99 آزمایش علوم. آزمایشگاه 5 نمره داره بچه ها. آزمایش های علومتون هم باید به صورت گروهی انجام بدید. هر گروه از 3 نفر تشکیل میشه و باید یکی از آزمایش های کتاب علومتون رو انجام بدید. یادتون باشه بهتره بر اساس توان و علاقه که به موضوعات دارین گروه تشکیل بدید. هفته دیگه شنبه آزمایشگاه در اختیار شماست. البته خودم هم هستم تا به سوالاتتون جواب بدم. خیلی خوب پیدا کردم، اینقدر باحاله. بچه ها شما چند نفری؟ میشه برم تو گروهتون باشم؟ من و لیلا و گلرخ. فکر کنم چهارتا هم بشیم اشکال نداشته باشه، نه گلرخ؟ بذار از خانم معلم بپرسم. خوب، چه خبر؟ خوبی تو؟ آره خوبم، تو چطوری؟ خوش میگذره؟ بد نیستم، میگذرونیم زندگی رو. خانم گفت نمیشه، ناراحت نباش، تو بیا جای من میرم یه گروه دیگه. نه مگه میشه، خودم یه کارش میکنم، باید بیشتر بگردم. موفق باشی. چقدر خوب شد تو اومدی تو گروه ما. آره خیلی خوب شد که حالا با هم دیگه هم گروه هستیم. من یه آزمایش خیلی خوبی رو انتخاب کردم. بچه ها دنبال کسی میگردی؟ آره دنبال نفر سوم گروه. خب دیگه خودتون رو خسته نکنی، من حاضرم بیام تو گروهتون. ای بایی موازه میشی. شوخی کردم بابا، قل نکن. من که اصلا حال حسنه این آزمایشه لولو رو ندارم. بابا کن. آله بابا منم همینطور. این آزمایش خوبه؟ نه من فکر کنم آزمایش پیل الکتریک خوبه ها. این چیه بابا؟ بگل یه آزمایش لاحت‌تر پیدا کن. ولی این که خیلی راحته. تازه نوشتن تحقیقش هم هست، خیلی وقت میگیره. اصلا خودتون انتخاب کنید. خب فکر کنم از همه راحت‌تر آزمایش اسید باز باشه. آله خیلی هم هیجان داره. بچه که بودم تو خونه مامان بزرگم تا چشم بقیه رو دور میدیدم از این آزمایش ها انجام میدادم. کفش میپاشید به در و دیوال سقف خونه شو. نمیدونم چه کیفی میداد. خیلی جالب تر از آزمایش پیل الکتریکی باشه. آله بابا اون کلی خلط و پلت میخواد، دلشن داره. خب نسری تحقیقاتش با تو، خوشخط نویسی ها. من و شادیم آزمایش رو انجام میدیم. آره آره باشه. بچه ها یادتون باشه قبل از اینکه آزمایشتون رو شروع کنین منو در جریان بذارید. میدونید که بعضی از مواد و ترکیبات شیمیایی خیلی خطرناکن، باید حسابی مراقب باشید. سلام. شنیدم رفتی تو گروه شادی، اینا کارت خوب پیش میره؟ هنوز که نه. با چشه این خوش کنیه. همه وسایل آزمایش همینه. آره دیگه، میخواستی چی باشه پس؟ موشکی نمیخوایم هوا کنیم دختر. ولی فکر نکنم شیشه مربا به درد این کار بخوره ها. خودی خانم خالقی هم تو لیوان شیشه ای آزمایش میکنه، نگاش کن. ولی اون یه لیوان آزمایشگاهیه، شیشهش مخصوصه، نشکنه. بهتره مام توی ظرف محکمتر آزمایش کنی. ای ویل کن بابا، اینقدر سخت نگی. آخه ممکن اتفاقی بیفته. صبر کن از خانم معلم بپرسم. بیار پایین دستتو، هیچطوری نمیشه. فقط آبلیمو شیشه شیرین بمب که نیستش. اتفاقا منم با همین وسایل میخواستم پیل الکتریکی بسازم، یه ظرف و یه اسید و یه بمب. پیل الکتریکی دیگه چی تو هم همین خوبه، نتیجهش هم جالب تره. حالا صبر کن میبینیم. صداش خانم نایمدسکی. خب حالا یکم از این دوست شیرین رو میلیزیم، یکم هم از این آبلیمو. خب نگاه کنیم. این یکم بود. آره آره. چرا داره اینجوری میشه؟ بایی چی شد؟
کاری بود کردین؟ آخه شما فکر نکردین که این کار چقدر خطرناکه؟ خانم خالقی، شما موقعی که اون اتفاق افتاد تو آزمایشگاه بودین؟ بله، داشتم به کار بچه‌ها نظارت می‌کردم. ببینم، مگه من چند بار درباره اون آزمایش براتون توضیح نداده بودم؟ چرا مواد توی اون زرد ریختین؟ خاله، ما فکر کردیم شیشه ملبن باشه، فرقی نمی‌کنه. نگفتم قبلش از من بپرسین؟ ولی خانم، ما دیدیم شما داشتید تو لیوان آزمایش می‌کردین. اون لیوان مخصوص آزمایشگاه بود بچی، تازه سر کلاس که براتون توضیح داده بودم. اون شادشون قایب بودن خانم. نسرین، تو که خیلی به آزمایش علوم علاقه داشتی، تو یکی از بهترین شاگردای منی، چرا جلوشون رو نگرفتی؟ اصلا ازت انتظار نداشتم. آخه خانم خالقی، این بار رو من ندیده میگیرم چون به خیر گذشت، ولی مسئولیت جبران خسارت رو میسپرم به خودتون و بچه ها. چشم خانم مدیر، بریم بچه ها، بریم. بریم تا من بعدا تکلیفم رو با شما روشن کنم. ببخشید خانم، دیگه دیگه را نمیکنم. چی شد؟ ازمون تعهد گرفتن، از این به بعدم باید بیشتر مراقب باشیم. هر کاری هم خواستیم بکنه باید زیر نظر مستقیم خانم خالقی باشه. حالا میخوای چی کار کنی آزمایشو؟ دیگه نمیخوام تو گروه شادی و شیرین باشم، همه چیزو به بازی بگیرم. سلام خانم شجاعی. سلام بچه. ببینم نسرین، تو توی دفتر میخواستی یه چیزی بگی ولی سکوت کردی، اون چی بود؟ راستش دوست نداشتم اونجا بگم، ولی من واقعا تقصیری نداشتم. بیا تو دفتر من ببینم جریان دقیقا چی بوده. شما نه، فقط نسرین. من بهشون پیشنهاد کردم که یه آزمایش دیگه انجام بدیم، آزمایشی که خطرش کمتره، ولی اونو قبول نکردم. خلاصه خانم اینجوری شد که اون اتفاق افتاد. کاش مجبور نمیشدم برم تو گروه اونا. میدونی چیه نسرین؟ من فکر میکنم نباید از همون اول کار به هم گروهیات اجازه میدادی بدون توجه به نظر تو هر تصمیمی بگیرن و هر کاری که میخوام بکنن. یه جایی باید روی خواسته ها و علایقت پافشاری میکردی. پافشاری کردم خانم شجاعی، باور کنی؟ نه کردی. طبق گفته خودت وقتی دیدی اونا چیز دیگه ای میخوان خیلی راحت کوتاه اومدی، در حالی که به قول خانم خالقی تو درس علوم جزء شاگردای ممتاز هستی. یعنی این تو بودی که باید برای خودت هم گروه انتخاب میکردی. آخه من تک مونده بودم خانم، چاره نداشتم جز این که برم تو گروه اونا. راستش خودم دوست داشتم برم تو گروه مهسا اینا، ولی خانم خالقی گفتن گروه ها باید 3 نفره باشن. ببین، مسئله نیست که تو توی چه گروهی باشی، تو باید بتونی علاقه و عقیده خودتو به همگروهیات ثابت کنی. اگه خودتو قبول داشته باشی مطمئن باش اونا مجبور میشن به خواستای تو احترام بذارن. ولی خانم، شادی و شیرین به خواسته هیچ کس اهمیت نمیدن. ما که دیگه قید این 5 نمره آزمایشگاه زدیم. نه اصلا این حرف نزن. مطمئن باش اگه راه برخورد درست و بلد باشی حتی اونا به نظراتت اهمیت میدن. تو باید خودتو دوست داشته باشی و علایقتو بشناسی، اینطوری کسی نمیتونه خواستهاشو بهت تحمیل کنه و تو رو از انجام کاری که دوست داری منصرف کنه. الان میرم بهشون میگم باید چی کار کنم. اونا نه، ببین خودت باید چی کار کنی. فهمیدم خانم، گروه ما بهترین آزمایش انجام میده، حالا میبینی. با اجازه. پس ما برای چی گروه تشکیل دادیم؟ قبول دارم که آزمایش پیل الکتریکی سخت تر از قاطی کردن اسید و بازه، ولی خب ما 3 نفریم، هر کدوم یه گوشه کارو میگیریم و درستش میکنیم. نکنه تنبلیتون میاد؟ نه خیلی، اصلا مسئله این نیست. من میگم واسه چی باید آزمایشی رو که تو دوست داری انجام بدیم؟ درسته. خب این که اسمش میشه لجبازی؟ من لجباز نیستم، فقط نمیخوام آزمایشی که تو خوشت میاد و بلدی رو انجام بدم. ازور میگه. ببینم، تو خودت اول اون آزمایشی که دفعه پیش پیشنهاد دادی رو دوست داشتی؟ بله، پسی خیلی بامزه بود. من عاشق اشیل و باشم، دیدی چه واکنشی داشتم؟ بوم. بله دیدم، مثل اینکه تا امروز داشتیم اینجا رو تمیز میکردیم. ما میبینی شیرین خانم، تو آزمایشی رو پیشنهاد دادی که خودت بلد نبودی انجامش بدیم. حالا بگذاریم که میتونستی از خانم معلم کمک بگیری و نگرفتی. خب کاری نداره که، تو کتاب میگردیم، بیا آزمایش دیگه پیدا میکنی. چی میگی بابا، دیگه وقت نداریم. مگه نشیرین خانم چی گفت تا فردا باید کالمون رو تحویل بدیم؟ آره خب راست میگی.
حالا باید چی کار کنی؟ ببین شیرین، تو پیل الکتریکی هم اسید و باز با هم واکنش دارن. ما تو آروم کن، حالا حتما باید بترکن تا خوشت بیاد. باشه بابا، بریم سراغ همون پیل الکتریکی تو. نه، پیل الکتریکی ما. باشه، حالا من باید چی کار کنم؟ من چی؟ بیاین تا بهتون بگم.